خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامیتون باشه. خیلی خوشحالم از اینکه امشب هم در خدمت شما هستم، در کنار شما و با شما هستم. امیدوارم که یک شب خوبی رو بتونیم به انتها برسونیم. امشب من یک ساعتی در خدمت شما هستم، چون شب پیش به صادق گفته بودیم که این دروغگوهای حرامزاده آخوندها، حالا اخباری که به دست آژانس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا رسیده، گفتو قرار ظرف 24 ساعت بزنم، ما به صادق گفتیم شما تا صبح نخوابید خبردار بمانید، قرار اینا بزنن، ما اولین شبکه ای باشیم که خلاص اول رسانه ای باشیم که بتونیم گزارشش رو خدمت بینندگان عزیز منتشر بکنیم. ولی خب این باز اینا دروغ گفتن، گنده گوزای منطقه و نتونستن هیچ غلطی بکنن. نمیدونم واقعا دیگه خیلی چیپ شده، میدونی اصلا به نظر من پرداختن به این مسائل حمله آخوندها به وقت تلف کردنه. حالا هر بار که خواستن بزنن دیگه، الان زدن دیگه، اون آش از دهن افتاده و به نظر من هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن دیگه، دارن حال میکنن. میدونید بعد از مدت ها یک منطقه، حالا تو خاورمیانه یا حالا هر جا، توجه ابرقدرت ها به اینها جلب شده و بعضی رسانه های بین المللی دارن در مورد این جمهوری اسحالی و این آخوندهای کنگوشات حرف میزنن، اینا بر خودشون کیف میکنن، چون تا بوده همش میگفتن که اینها تن لشن، همش به درد نخورن، همش حامیان تروریست و سرمایه گذاری در آتش افروزی در منطقه هستن و اینا. الان یه چند وقته هی میگن اینا قراره بزنن، قراره نزنن، قراره بزنن، اینا دارن کیف میکنن که حالا مثلا چند جا دارن در موردشون حرف میزنن. بهتره ما اصلا اینا رو گنده نکنیم، بریم برسیم به مسائل خودمون و برنامه‌های خودمون. آقا ما خیلی مخلص شما هستیم، خیلی لطف دارید با این کامنت‌های قشنگی که میذارید هم داخل یوتیوب هم اینجا داخل اینستاگرام. ما بعضن حالا ساعتی که پیش میاد وقت داریم حتما میشینیم بر کامنت‌های شما رو میخونیم، چون برای حتما میشینیم اون بچه‌ها که وظیفه‌شون بشینن تو سردبیری بخونن، که چون باید خلاصه تجزیه و تحلیل بکنن که نظر شما بینندگان عزیز چیه. ولی من هم به دیده منت هر وقتی که فرصت میشه میشینم و کامنت ها رو میخونم. راستی یه تشکرم از شما بچه های انقلاب زن زندگی آزادی داشته باشم در اقصا نقاط کشور، مجموعه فعالیت هایی که دارید میکنید، ویدئوهایی که برای ما میفرستید، عکس هایی که برای ما میفرستید رو من دیدم امروز خیلی از بچه ها، یعنی من گفتم دیگه چون داریم به 25 شهریور نزدیک میشیم و همون سالگرد زنده یاد مهسا، گفتم که حتما اینا رو دیگه از این به بعد زیاد پخش بکنین و خیلی هم جالبه. من میبینم که مجموعه کارهایی دارید میکنید. امروز یک اتفاق خیلی جالبی افتاد، یک فیلمی و بچه های انقلابی شهرستان لاهیجان به دست ما رسوندن و یک پوستر خیلی بزرگ مهسا امینی بود که تو این تلکابین شهرستان شهر لاهیجان آویزان کرده بودند. و خب این روزها هم روزهای گردشگر پذیری این شهرستان، خیلی از مردم از اونجا عکس و فیلم گرفتن بر ما فرستادن. درود به شرفتون، خیلی حال میکنم از اینکه شما هنوز پیش قراولان انقلاب زن زندگی آزادی هستید و دارید به جمهوری اسحالی نشون میدید که ما هنوز پا بر جا هستیم و با قدرت داریم کار خودمون رو انجام میدیم. یه فیلمی هم دیشب دست ما رسید، در مورد اینم یه توضیح بدم. یه فیلمی هم دیشب از شرق غرب تهران به دست من رسید و خیلی برام جالب بود. البته به بچه گفتم اینو پخشش نکنید، چون نمیشد با اینکه هیتارم اگر میکردیم اون جذابیتشو نداشت، چون هوا تاریک بود و اینها. ولی خدا وکیلی حال کردم، اون تیپی که بچه های ما میزنن، دختران عزیز ما، پسران عزیز ما میزنن، باور کن اینجا تو آلمان دیده نمیشه. یعنی من این همه از کشورهای دنیایی که رفتم دور زدم و اینها، یه همچین تیپی رو که بچه های ما میزنن واقعا شاید من تو جاهای دیگه ندیده باشم. مخصوصا عزیزان من، دختران من، خواهران عزیز ما، زنان قهرمان ایرانی، این تیپ هایی رو که میزنن، یعنی یه جوری حجاب پوشش اختیاری دارن و اصلا هم سهل نمیذارن به این امر و نهی کردن های نیروی انتظامی، که البته امروز هم بگم پزشکیان رید به هیکل نیروی انتظامی برگشت، خلاصه یه حرفایی هم زد، خیلی خوبه خودشون تو خودشون به اینجور مشکلات بخورن، ما حال میکنیم. به هر حال دمتونم گرم از اینکه دارید نشون میدید هنوز انقلاب زن زندگی آزادی زنده است و قرار کارهای بزرگ بزرگی توسط شما
مردم عزیز، مردان قهرمان ایرانی و زنان قهرمان ایران، زمین ما رقم بخوره. چون واقعا این کشور متعلق به شما ایرانی هست، این کشور متعلق به شما زنان و مردان ایرانی، دختران و پسران ایرانیه و آخوندها هیچ جایگاهی ندارن. اینها تو این 45 سال مطمئن باشی که غصب کردن کشور ما رو، ما رو به اسارت گرفتن و به زودی باید اینها سرنگون بشن و به زبالدان تاریخ ریخته بشن. آنقدر بعضی ها متاسفانه دوروبر اینها خوش خدمتی کردن، اینها فکر کردن که واقعا یک عددی هستن، که امروز این مردی که دژکام نمیدونم اسمش چیه، که نماینده علی چولاق تو شیرازه، امروز آمده تو نماز جمعه برگشته گفته که خدمات ما به مردم با قبل از انقلاب میگه قابل مقایسه نیست. آخه حرامزادا همین امروز نصف شیراز برق نداشتن، همه به ریش شما بی ریشه های آخون فوش میدادن. من نمیدونم تو چه خدماتی داری حرف میزنی. دژاکام میگه که خدماتی که پس از انقلاب اسلامی برای مردم ارائه شده است در مقایسه با قبل از انقلاب بسیار بیشتر است. ناسپاسی به دلیل حب دنیاست. وقتی حریص میشویم یادمان میرود خانه دیگر داریم و باید به آخرت برویم، بنابراین به خانه دنیا بیشتر میپردازیم و همیشه ناراضی هستیم. والا تا اونجایی که ما داریم میبینیم شما آخوندهای کثافت همه بالای 100 سال سن دارید و همه تونم چسبیدید به این دنیا، شاخ محبت هم نمی کشید. اگر این حب دنیا نیست پس چه هست؟ ما والا ما مردم که اینقدر این گرفتاری ها و فشار و مشکلاتی که شما آخوندها بر ما وجود به وجود آوردید، یا چه میدونم فشار خون داریم، یا نمیدونم مشکل قلبی داریم، والا هزار جور درد و مرض گرفتیم که بابت و باعث و بانی شما آخوندهای کثافت هستید و هیچ وقت هم عمر شما آدمهای بی خاصیت رو نکردیم. همه الان میبینی که دیگه تو ایران به 70-80 سال میرسن، همه منتظرن نمره موقت که دیگه از دنیا برن. ولی این که یک قسمتشون برگشته گفته که و باید به آخرت برویم، دوستان من خدمت شما عرض میکنم، کردیت میدم، امضا میکنم خدمت شما، آخرت و دنیا و فلان و اینا، بهشت و جهنمتون همینجاست. هیچ بهشتی وجود نداره، هیچ جهنمی هم وجود نداره، هیچ سراتی هم وجود نداره که میگن که خدا اونجا با سیخ وایستاده که نمیدونم چوب تو کونه فقط ما مردم ایران میکنه، به این آخوندهای بیناموس میگه برید اونجا با حوری ها و با ویلا ها تو با ژیلا ها تو ویلا ها و اینها. اینا همه غلطکاری ساخته یه دست آخوندهای کثافته. تا میتونید همین دنیا، همین شما مردم عزیزی که الان بیننده برنامه ما هستی، به دیگران هم بگید هیچ بهشت جهنمی وجود نداره، همین دنیا عشق و حالتون رو بکنید. الان هم اگر دارید برنامه ما رو میبینید، برق دارید، کولر رو تا درجه آخر بذارید، کون لقه علی خامنه ای و ایادیش. همین حرامزاده خامنه ای برنامه ای داشت، اون مصلای نمیدونم خمینی لعنت الله، دور تا دورش رو نگاه کنید، انواع اقسام کولرهای نمیدونم ایستاده و کولرهای هوایی و کولرهای زمینی و دیواری و اینهاش روشن بود. چرا برای اون چراغ کونی باید همه چیز مهیا باشه؟ مگه اون چه پخی هست؟ مگه اون چه کثافتی هست که ما باید اون رو بپرستیم؟ اون نمیدونم میگه که من ولی امر عروس لوباش دنیا هستم، اون چرا باید 50 تا کولر دم کونش روشن باشه؟ بعد من بچه کوچک دارم، بچه مریض دارم، مادر مریض دارم، زن مریض، خونه چه میدونم مرد مریض دارم، من اجازه استفاده ندارم؟ به ما وزیر نیروی کثافت جدید آمده، آره باد بزن استفاده کنیم به یاد آن زمانها و اینها. خواه کثافت، تو چرا به یاد آن زمانها استفاده نمی کنیم و سهولت رو برای مردم؟ مگه خمینی لعنت الله نمی گفت مگه مردم ولی نعمت ما هستن؟ والا شما پدر صاحب بچه رو داره آوردید، ما همه چیز هستیم الا ولی نعمت. جیب ما رو زدید، چه میدونم از انفال ما غصب کردید و غارت کردید، خوردید مال و دار و ندار و آلوهای بچه های ما رو شما آخوندها فرو کردید تو یه جای خودتون، حرام زادا بست دیگه، شاخ محبت رو بکشید و گم بشید. خب باید اینو میگفتم که اول برنامه شارژ میشد که شما بفهمید آخوند هیچ گوهی نیست، از اون نمازخان مسجد محلتون گرفته که میاد بیرون بعضی از این بازاری های اسکل و مغازه‌دارای احمق میگن حاج آقا سلام علیکم. خب وقتی شما اینجوری بهش میگی سلام علیکم، یعنی حاج آقا تو از طرف من خلاصه
امضا داری که به زن و بچه منم تجاوز بکنی. اگر این بیناموسا رو بهش میگفتی حاج آقا تو غلط میکنی با لباس آخوندی لش سها مرده تو میاری بیرون، برو بیرون بیل بزن، کارگری بکن، چه میدونم اینها بکن، بعد اون موقع اونها میفهمیدن که داستان از چه قراره. دم شما بچهای سیاهگل هم گرم که این کشتی گیل مردی هر ساله در خطه شمال گیلان و مازندران و گلستان و اینها برگزار میشه. من دیدم که تو شهرستان سیاهگل هم که البته سیاهکل شما تا پیشینه سیاسیش هم که میدونید داستان گل سرخی تو جنگال ها و اینها چقدر برای این حکومت جنایتکار آخوندی مشکل آفرین کردن، هنوزم ما جوانهاشون رو میدونیم که خون اون عزیزان ما در رگ این جوانها هست. ظاهرا پریشب هم این کشتی گیل مردی که معمولا تو تابستون ها هم برگزار میشه، تو شب ها هم برگزار میشه، خیلی جمعیت هم میاد و کشتی گیرها، کشتی هایی که گیل کشتی محلی میگیرن از خطه شمال کشور میان برای حالا گیلان مشخصا تو سیاهکل، اینها وقتی داشتن کشتی میگرفتند یهو یه دونه از این آخوندهای کثافت که امام جمعه اون شهرستان بوده به محض اینکه وارد میشه بچه‌ها برای شیشکی میفرستند و صدای چه میدونم انواع و اقسام حیوانات رو در میارن که باعث میشه آخوند حرامزاده اونجا رو ترک بکنه، با اینکه اون مردی که اون بالا بود حالا چه میدونم با میکروفون حرف میزد و مثلا قهرمان ها رو معرفی میکرد، هی به اینا میگفت آقا تو رو خدا این مهمانه، آقا آبروداری کنید فلان، ولی جوان ها اینو به تخم خودشون حساب نکردن، اینقدر شیشکی وستن که آخونده دید که اینجا جای من نیست و بلند شد با عصبانیت رفت، که اصلا هم همه تشویق کردن، خیلی هم خوشحال شدن از این کارها رو روز به روز بیشتر و زیادتر ما بعد از شما عزیزان بیننده ببینیم. اما اجازه بدید که من قبل از که برم از برنامه هایی که امروز دوستان برنامه ها که چه عرض کنم، امشب یه کتاب بر ما نوشتید، من چجوری باید اینا به بینندگان عزیز انتقال بدم، قبل از که برم اون برنامه رو تقدیم شما بکنم، یه اجازه بدید در مورد این جوان عزیز گیلانی که توسط نیروی انتظامی به قتل رسید در مورد اون یکم من صحبت بکنم. خیلی جالبه اینها اینقدر احمق هستن این دستگاه های امنیتی و حالا حکومتی و آخری که حالا هستن، اینها حتی میخوان کارهایی رو که با هم بکنن هماهنگ نیستن با هم. خب امروز آمدن، این اتفاق شنبه افتاده بود، امروز جمعه است، یعنی یک هفته افتاده بود، اینا آمدن به خاطر اینکه بگن که آره این طرف دعواگیر بوده، اراذل و اوباش بوده، چه بوده و چه بوده، آمدن یک فیلم مداربسته‌ای که اون اتفاقی که اونجا افتاده بود و رفتن پیدا کردن، یک فیلم مداربسته‌ای رو پخش کردن. تو اون فیلم مداربسته فیلم مداربسته اتفاقا اصلا نشون نمیده که این سید کسی رو اونجا زده باشه، عربدی کشی کرده باشه، اصلا هیچی نشون نمیده، فقط نشون میده که همه توجهشون مثلا به اینه. خب ولی این اونجا هیچ عکس عملی نشون نمیده که بگیم زد کشت فلان. ولی ببینید اینها چقدر حرامزاده هستن، این پلیس جمهوری اسلامی که مردم نفرت دارن از اینا، مردم از نیروی انتظامی نفرت دارن. خیلی جالبه، خیلی ها پیام میدن میگن آقا پیمان این نیروی انتظامی رو حالا باز تو 10 سال 15 سال از اون کشور رفتی بیرون، تو الان اینا رو نمیشناسی. نیروی انتظامی هایی که تازگی جذب کردن انقدر کثیف هستن که زنهای خودشون رو برای درجه بالاتر به افسران بالاتر میفروشن، در اختیار اونها قرار میذارن. خب شما فکر میکنید اینجور حرامزاده های بی سواد رو که میارن جذب پلیس میکنن، اینها به درد ما میخورن، به درد مملکت میخورن، دلشون برای مردم میسوزه؟ نه، یه مش کثافتن. حالا قبلا که دیگه چه میدونم معروف بودن به این که چشم داشتن به اون زن بدبختی که بلند میشد میرفت اونجا حالا دادرسی بکنه، یک شکایتی بکنه، شماره از دم در میدادن تا اون افسر نگهبان و اون فرمانده و فلان اینها که بماند، هیچ. از اون برم که رشوه های جور با جور میکردن، یعنی هر کی رشوه بیشتر میداد کارش تو کلانتری ها و تو نیروی انتظامی زودتر را میافتاد، که خاک بر سر شما که اینقدر بدبخت و مفلوک هستید. الان هم دیدم آمدن رفتن تو یه دونه از این درمانگاه ها، چند نفر که با این شخص درگیر شده بودن، 3-4 نفر با یک نفر. آخه نگاه بکنید اینا حتی سناریو هم که میخوان درست بکنن نمیرن قشنگ بهش نمیرسن که یه سناریوی بی چون و چرا باشه که قابل قبول باشه.
اومدن 3-4 نفر رو نشون دادن، یکی اونجا افتاده بود تو تخت الکی ناله میکرد، اون یکی میگفت نمیدونم طوری زد به قفسه سینه من که الان قفسه سینه‌م شکسته، من از حال رفته بودم فلان. شما یه هفته پیش کجا بودید؟ چطور شد بعد از یک هفته تازه الان اومدی تو بیمارستان بستری شدی؟ نمیدونم هی اینجاتون رو بستید اونجاتون رو باند، یعنی یه جوری جمهوری اسحالی مثل خر تو گل گیر کرده، چون قتل عمد کرده. خب این قتل عمد کردن با بیرون کردن کلانتری نمیدونم رئیس کلانتری فلانجا و 5 نفر رو نمیدونم معلق از کار نگه داشتن، این کاری رو از پیش نمیبره. و جالب اینجاست که این فیلم رو وقتی پخش کردند، اونهایی که داخل فیلم داشتن هنرنمایی میکردن گفتن که این آقا بدون دلیل، نگاه بکنید خب اصلا عاقلانه هست، گفتن این آقا بدون دلیل یهو وارد اونجا شد، ما نشسته بودیم، من رو زد، تیغ موکتبری رو برداشت، برادر من رو زد، اون یکی هم میگفت من کارگر شهرداری بودم داشتم اونجا رو جارو میزدم، آمد من رو هم زد، قفسه سینه من را شکست و فلان. آخه بی پدر قفسه سینه بشکنه که تو چه میدونم شوش پوشت همه سوراخ میشه، تو تا حالا بعد در سینه کش قبرستان میشدی؟ چرا درو؟ آخه حرامزاده ها، اون به هر حال هر چی که بود هم شهری شما هم محلی شما بود، چقدر کثافتی. شما قیافه هاتون الان دیگه برای دوربین و برای تمام مردم مشخص شده، شما بعد یک روز بیاین در حضور مردم استان گیلان، در حضور مردم لاهیجان باید بیاین حتما محاکمه بشید که چرا دروغ کرد، دروغ گفتید به نفع جمهوری اسحالی. خب حالا آمدید اینها رو همه رو گفتید، گفتید که نه ما اصلا دست به ایشون نزدیم، هیچ دعوام نبود، فقط اون آمده بود مرض داشت، از یک جای دیگه آمد پیاده شد مرض داشت، همه ما رو زد و لته پار کرد و روانه بیمارستان کرد، ما حتی بهش دستی نزدیم. خب از این بر اینا آمدن یک همچین چیزی رو گفتن. بعد ما تو اون فیلمی که مدار بسته بود پخش کردن، الان برید نگاه بکنید، ما گذاشتیم داخل کانال، تو اون فیلم هم شما میرید نگاه میکنید ببینید هیچ دعوایی رخ نداده. خب هیچ دعوایی، همین بنده خدایی رو که به قتل رسوندند که مظلومانه جمهوری اسلامی و نیروهای کثیف مزدور علی خامنه این رو به قتل رسوندن، فقط داشته داد و فریاد میکرده، یعنی هیچ زد و خوردی اون تو فیلم ما این رو دیدیم. خب و جالب اینجاست امروز سپاه پاسداران آمده بیانیه داده، یعنی گوه زده به تمام نقشه اطلاعات نیروی انتظامی. سپاه آمده گفته چیه؟ گفته بررسی هایی که ما کردیم و فلان و بسار و اینها، خب بله این شخص در نیروی انتظامی به علت نارسایی قلبی فوت شده، به علت نارسایی قلبی فوت شده. ما که میدونیم چه بلایی سرش آوردن، با شوکر و با باتوم و دستاشو بسته بودن، حتی یک تیرم بهش شلیک کردن. برید نگاه بکنید اون روزی که داشتن این رو میشستن، اون آقای مردشور، حالا هر کسی که هست داشته این رو میشسته، به اونا میگفته نگاه بکنید من چند بار اینجا رو شستم، از اینجا داره خون میاد، اینجا سوراخ شده بدنش، یعنی به نخاش تیر زده بودن. حالا اینو هیچ جا هیچ کی چی نمیگه، ما هم کار نداریم، اصلا مهم نیست. خب مهم نیست که خیلی مهمه، ولی میگیم حالا این هیچی. ولی سپاه پاسداران آمده گفته که آره اونجا رفته نیرو انتظامی باهاش برخورد داشته، ولی نه برخوردی که شما سیاهی های داخل بدن و کبودی های داخل بدن رو میبینی، این هیچ ربطی به نیروی انتظامی نداشته، این زخم شدن ها و این درگیری ها و که تو بدن شما کبودی ها رو که دارید میبینید کل بدنش رو، این تو اون دعوا اتفاق افتاده، یعنی آمد گوه زد به تمام سناریویی که نیروی انتظامی برای خودش نقشبندی کرده بود و فیلم گرفته بود و افراد آورده بود. خب بعد الان این دوتا ستاد رفتن تو، من امروز خبر دارم تو استان گیلان سازمان قضایی نیروهای مسلح جلسه ای گذاشته با اینکه جمعه بوده، چون یک ستادی از یک گروهی رو رئیس جمهور گفته بود، مؤمنی وزیر کشور اینها رو سریع فرستاده بود که شما برید علت یابی بکنید. اونها با اینکه امروز تعطیل بوده، جمعه بوده، تو استان گیلان تو شهر رشت جامعه اطلاعاتی با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و کی و کی و کی این جلسه رو برگزار کردن، بین اطلاعات نیروی مزدور انتظامی و این آدم فروشای تروریست سپاه پاسداران دعوا میشه تو جامعه اطلاعاتیشون. تو اون جلسه نیروی انتظامی میگه ما آمدیم
یه جوری سر مردم رو گول مالیدیم، یه فیلمی پخش کردیم، 4 نفر هم آوردیم تو فیلم بازی کردن که دیگه فسنجون بکنیم تموم بشه بره پی کارش. خب ولی شما آمدید برگشتید همه چیز رو خراب کردید، گفتید آره این که تقصیر نیروی انتظامی بوده شکی درش نیست، ولی کبودی های بدن و اون ضرب و شتم و فلان تو داخل نیروی انتظامی اتفاق نیفتاده، تو محل اتفاق افتاده. نیروی انتظامی گفته ما فیلم نشون دادیم، اونا هم اومدن گفتن ما حتی یه دونه خش به بدنش وارد نیوردیم، تو آمد این کار کردی بیشتر خراب شد. و واقعا هم الان گند زدن موندن توش. خیلی جالبه، آخرین اطلاعات اخباری هم که من دارم این گروه ویژه‌ای که آمدن رفتن پدر مادر حالا خانواده‌ای که داشته رو آوردن کشیدن کنار، گفتن شما تحت هیچ شرایطی نه با شبکه‌های مختلف نه با مردم نه فلان نه شکایت نه دادخواهی هیچی چیزی نگی، لام تا کام حرف نزنی، ما میدانیم یک اتفاقی افتاده، ما پدر اونها رو در میاریم، ما اونها رو گرفتیم اخراج کردیم فلان کردیم، به شما هم دیه پسرتون رو میدیم، بعد پدرتون لعنت. یعنی شما آدم میکشید یا گردن نمیگیرید یا اینجوری گندش در میاد، میخواین با یه دیه عجیب علی خامنه‌ای که نمیره، عجیب همون پیر مرد که پدر این بچه از همون مادرش همون خانواده‌اش از اون جیب اینها دزدی میکنن میذارن تو این یکی جیب، بعد فردا میان میگن آقا دیگه دیه دادیم دیگه خفشید برید پی کارتون، حرف بزنید پرونده سازی میکنیم، اقدام علی امنیت کشور، تبلیغ علی نظام فلان بسار مر پر برو گم شو. این کلن روش جمهوری اسحالیه. حالا من امروز هم دیدم که یه خبر دیگه هم به دست ما رسید، متاسفانه یک جوان دیگه ای رو تو یک جای دیگه درست همینجوری کشتن که یه بچه 9 ساله داره. حالا اون رو من دادم بچه ها تحقیق بکنن ببینم تا چقدر صحتش که برای ما مسجل شده، ولی اسم و آدرس و محل و دفن و مراسم و چجوری اتفاقات رو من بگیرم. حالا اگر فردا شب اگر شد من حتما در مورد اون بنده خدا هم با شما صحبت میکنم. شما در کجای دنیا سراغ دارید؟ همین علی خامنه ای حرامزاده، همین جمهوری اسلامی کثافت، اون ماجرای جورج فلوید بود چی بود تو آمریکا؟ پلیس آمد دست پا گذاشت زانو گذاشت رو گردن اون طرف، اون سیاه‌پوست مرد، اینا عکسش رو آوردن تو تهران اسم یک خیابان رو گذاشتن، چقدر شلوغ کردن، آره پلیس نگاه چقدر فلان بسار اینها، بعد تو یه دونه از محله های کوچکتون که همه همدیگر رو میشناسن، همه اون کلانتر رو میشناسن، همه اون مامورین حرامزاده رو میشناسن، شما ره به اون جوانی که در روز شام 10 بار جلوی همون کلانتری رد میشده با شما سلام علیک میکرده نکردید و اون رو به کشتن اونو به قتل رسوندید، و اگر رادیو گیلان این گزارش رو اون فیلم رو پخش نمی‌کرد تا به امروز هم نه رئیس جمهور ظریف جمهوری شما دستورش رو میداد، نه وزیر کشور دستور میداد، نه چه میدونم نیروی انتظامی دستور پیگیری میداد، هیچ کدومتون به یه ورتون هم نبود، میگفتی آ کشتی میشه اینا. شما فقط یک اشتباهی که کردید تو جامعه اطلاعاتی هم همین رو برگشتید گفتید تنها اشتباهی که این بوده فیلم به دست شبکه‌های معاند رسیده، بر پدرتون لعنت که من اینجور شما رو افشاگری میکنم، شما ما رو میگید معاند. خوشحالیم که از ما عصبانی هستید و از این عصبانیت بمیرید کثافت ها، ما که شما رو ولکن نیستیم. برگشتید گفتید که از این به بعد باید مراقب باشین، اتفاقه شاید بعضن و بعد هم در یکی از این استانها و در پای تخت و در جایی، یعنی باز هم ما احتمال داره آدم بکشیم، احتمال که داره که نه 100% اینا این کارو خواهن کرد، که از این به بعد تحت هیچ شرایطی اگر یک همچین اتفاقی افتاد اون جنازه رو تحویل خانواده ندید، ببرید در پروتکلشون هستن، ببرید دفن بکنید، بعد بگید جنازه طرف رو بردیم اونجا، بچه‌تون اونجا، پول زمینم نمیخواد بدید برید اونجا، ولی نه باند ببرید نه فلان، جلوی خونه‌تون هم هیچ پرده مردو، مثل همون انقلاب زن زندگی آزادی که چقدر جوانان عزیز ما که الان فیلم‌ها و عکساشون رو هی بچه‌ها دارن منتشر میکنن تو کانال‌های مختلف، سر چقدر اونها بلا آوردی، چقدر صحنه سازی کردی، چقدر دروغ پردازی کردی تو خانواده‌شون رو در وضعیت خفقان قرار دادی، یعنی اجازه ندادید حتی در سوگ فرزندان خودشون آنطوری که دلشون میخوان زجه بزنند و گریه بکنند. خب این ظلم به مظلوم و مطمئن باشید که شما به زودی طبیعت از شما انتقام خواهد گرفت، انتقام بدی هم خواهد از شما گرفت. مثلا برای من مثل روز روشنه که یه روزی همین جوانان ایرانی ریش بی ریشه علی خامنه ای رو گرفتن و تو میدان آزادی زیر اون میدان آزادی دارن این رو میکشن، این حرامزاده رو.
قذافی رو دیدید تو لیبی دیگه، همین اتفاق برای علی خامنه ای رخ خواهد داد، شک نکنید. خب بریم برنامه‌ای که امشب دوستان برای ما تهیه و تدارک دیدن، اینو برای شما داشته باشیم. امروز خیلی جالبه، جناب آقای گروسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی امروز آمد یه صحبتایی کرد و گفت که چه نشسته ای که جمهوری اسلامی دیگه یکی دو ساعت دیگه بیشتر فاصله با بمب هسته‌ای نداره. ما که قبلا به شما گفتیم شما یه کم میشنوید، اینا به بمب هسته‌ای هم رسیدن، فقط الان رو تستش موندن. حالا هی این میاد یه حرفایی میزنه. امروز یه کارشناس عرب داشت حرف قشنگی میزد، میگفت تحرکات آمریکا، تحرکات نظامی آمریکا حول محور جمهوری اسلامی به شکلیه که ما بعید میدونیم این به پشتوانه اسرائیل آمده. فکر کنم آمریکا با دستور مستقیم آقای گوز بایدن قرار یه بلایی سر جمهوری اسلامی به زودی به بهانه هسته‌ای شدنش بیاره. خب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش هشدار داد مقادیر اورانیوم غنی شده ایران برای ساخت 4 بمب اتمی از نظر تئوری تنها حدود 2 کیلوگرم فاصله دارند. بر اساس این گزارش سری از ابتدای 17 اوت ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران به کیلوگرم به 164.7 کیلوگرم افزایش یافته است. این گزارش به نگرانی آژانس در رابطه با جلوگیری ایران از ورود بازرسان بین‌المللی با تجربه به تأسیسات هسته‌ای و تداوم غیرفعال کردن دوربین‌های نظارتی در سایت‌های هسته‌ای اشاره دارد. من بعضی وقتا تعجب می‌کنم که همین افرادی که الان تو همین چه می‌دونم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستن، چرا خودشون رو به خلیت می‌زنن؟ چرا نمی‌خوان بفهمن؟ همین چند وقت پیش بود که اینا اسرائیل آمد اسماعیل هنیه رو تو قلب تهران ترور کرد و پدر صاحب بچه هم در آورد. بعد نتانیاهو آمد گفت که اگر ما بدانیم که جمهوری اسلامی بخواد پاسخ بده خون از دماغ یکی از اسرائیلی ها به زیر بیاید، ما شایدم با سلاحایی که تا الان استفاده نکردیم بیایم و در خاک ایران جواب بدیم. خب وقتی میگه سلاحایی که استفاده نکردیم، به راحتی آدم ذهنش میره برای به هر حال این کلاهک‌های هسته‌ای که الان اسرائیل هم خب یکی از کشورهای هسته‌ای دیگه، این کلاهک‌های خفیف شده هسته‌ای که داره ولی قدرتش ویران کننده است، آدم فکرش میره اونجا. وقتی اونها یه حرف رو زدند خیلی جالبه، مشاور علی چلاق هم اون ولایتی آمد همین حرف رو جواب داد، گفت اگر شما این کار رو انجام بدید مطمئن باشید که ما هم در همون سطح و همون ردیف به شما جواب خواهیم داد. وقتی میگه در همون سطح، بعد از اونم چند نفر از سرداران سپاه هم آمدن گفتن ما سلاحایی داریم که هنوز رونمایی نکردیم و ما رو وسوسه نکنید که از اونها استفاده بکنیم. خب وقتی یه همچین حرفی رو میزنید دیگه چیه؟ اگر غارغارک بود که فرستادن، بالستیک بود فرستادن، اون یکی نمیدونم هایپرسونیک بود انجام دادن، تستش کردن، تنها چیزی رو که گفت ما هنوز رونمایی نکردیم و از ما رو تحریک نکنید که این کار رو بکنیم چیه؟ همین بحث کلاهک های هسته‌ای که الان موشک های خودشون سوار کردن. تا حالا چندین بارم هی آزمایش های موشکی که جمهوری اسلامی بالا آمده گفته میخوایم ماهواره پرتاب بکنیم، ولی بیشتر اینها هدفشون از این آزمایشات اینه که به موشکی رو با قابلیت نمیدونم فرای جو درست بکنن که این موشک بعد بتونن کلاهک های خفیف شده هسته‌ای خودشون رو بزنن، مثلا یک روزی بخوام بجنگ با مقابله بکنن چه میدونم با آمریکا و یا حالا تو اروپا غرب قلب اروپا هر جایی رو که بخوان دلشون بخواد بخوان هدف قرار بدن. و آمدن خیلی با صراحت هم گفتن هرچی اونها پر گفتن، متاسفانه آنهایی که در انرژی چه میدونم سازمان انرژی بین‌المللی انرژی اتمی هستن یا حالا همین سردمداران آمریکا یا حالا جاهای دیگه کم شنیدن، یعنی نخواستن بشنون که اینها چی دارن میگن. که حالا به هر حال یک اینا از اول روزی که وارد بعد از فتنه 57 وارد کشور ما شدن نشان دادن که اصلا به هیچ تعهدی قائل نیستن، اصلا با هر کسی میشینن
پای میز مذاکره و حتی امضای قراردادی و تفاهم نامه ای رو میکنن، میرن دو متر اونورتر، همه رو فراموش میکنن و مطمئن باشید فردا اینها اگر بدانند که دیگه رفتنی هستن، چه از طرف داخل مردم ایران چه خارج، حالا آمریکا و اسرائیل و انگلستان و آلمان و اینها بخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، مطمئن باشید دستشون رو به رو ماشه خواهند برد و همانند دیوانگان به تمام کشورها حمله خواهند کرد و واقعا یک عنصر نامطلوب در حال حاضر جمهوری اسلامی که در خاورمیانه هست. ولی امیدوارم که کشورهای دیگر یک بار برای همیشه بشینن و نسخه این رژیم جنایتکار رو بپیچن. اما خیلی ها از ما این پرسش رو دارید که این بحث برق و فلان و اینها چه میخواهد بشود. من دیشب صادقم از من پرسید، یه توضیح دادم، ولی باز هم امروز از ما پرسید که آقا آخه شما میگید که اینا تا 20 سال آینده هم نمیشه 90 میلیارد دلار نمیدونم بودجه برای تعمیر زیرساخت‌ها. من یک رقم کلی گفتم، قیمت‌ها از این خیلی بالاتره عزیزان من. ولی خب بعضی خیلی دوست داشتید که قشنگ زیر و بم قضیه رو در بیارید. امروز یکی از بچه‌های ما نشست یه متنی رو آماده کرد، اجازه بدید من خیلی سریع برای شما بخونم خب که بدونید چه فاجعه‌ای تو این دو سه سال مخصوصا با آمدن جناب آقای پروفسور رئیسی به وجود آمد در وضعیت برق ما و از این به بعد هم در سالهای آینده. حتی امروز علی‌رغم این که روز تعطیل بود، ولی عارف نمیدونم به سازمان مدیریت رفته بود و اونجا نشستن و یه جلسه گذاشتن، گفتن که حالا امسال که اینقدر وضعیت برق و اینها فاجعه است، بیایم از الان برنامه‌ریزی بکنیم برای سال آینده. شما پول ندارید حقوق کارمنداتون رو بدید، پول بازنشستگان رو بدید، از الان خواهی بشین برای سال آینده. اصلا شما یعنی اینقدر مطمئنید که تا سال آینده بازم ما باید قیافه های نحس شما رو یک جورای تحمل بکنیم؟ ذهنی خیال باطل. بذارید من اینو سریع براتون بخونم، بریم بعد قسمت بعدی برنامه رو داشته باشیم خدمت شما عزیزان در خصوص وعده های جناب آقای پوزیده که اومده بود به شما گفته بود که من قراره بیام دیگه پامو از رو سیم برداریم و شما اینترنت آزاد و فیلتر پیلتر. نه آروای آقا جان، میخوام در مورد اونم صحبت بکنم. اما اینجا میگه که ناترازی برق در 3 سال 2 برابر شد، وزارت نیرو همچنان گردن نمیگیرد. همان گونه که پیش بینی میشد در تابستان سخت امسال دامنه خاموشی ها از صنایع و کشاورزی عبور کرد و به بخش خانگی رسید، طوری که حتی قطعی برق چند ساعته در روز در حال تبدیل به بخشی از یک زندگی نرمال است. عباس علی آبادی وزیر جدید نیرو در نطق رأی اعتماد خود اشاره کرد که ناترازی برق اکنون به بیش از 18000 مگاوات رسیده، در حالی که در تابستان 1401 این عدد 97000 مگاوات بود و در این مدت تقریبا 2 برابر شده است. به بیان دیگر اکنون میزان ترازی برق در پیک تقاضا به 30% تولید عملیاتی افزایش یافته که یکی از دلایل آن عقب ماندگی 56.96% از برنامه افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی و تجدید پذیر است. اما جالب این که وزارت نیرو به جای پاسخگویی درباره این موضوع هر آن در حال بهانه‌جویی جدید در رسانه است. یک بار از انتظار تعطیلی هفتگی کشور برای کاهش مصرف سوخت می‌گوید و یک بار افت اندک گازرسانی به نیروگاه و دلیل اورهال پالایشگاه‌های گازی و اورهال پالایشگاه‌های گازی و البته جبران آن با سوخت مایع را بهانه می‌کند تا علاوه بر ناترازی برق در گردن نگیری هم رکورد بزند. این دیگه کامل بود دیگه، این توضیحی که الان من خدمت شما دادم یه ذره اینجوری توضیح تخصصی تر و اینها بود، ولی من به زبان عامیانه آمدم گفتم عزیزان من اگر فکر میکنید امسال دیگه رد شد سال دیگه بهتر خواهد شد، من عرض میکنم خدمت شما سال دیگر بدتر از این خواهد شد. امسال فشاری که به همین زیرساخت های مستلک وزارت نیرو و برق و حالا مراکز توزیع و تولید و این خط انتقال ها آمد، همین هایی هم که حالا یه ذره خلاص نفس داشتن میکشتن همین ها هم در به داغون شد. اینها تا سال دیگه هم هیچ کاری نمیتونن بکنن دوستان. این بحث الان میدونی مملکت ما متاسفانه، ما بارها و بارها آمدیم اینجا گفتیم که آقا اگر قرار این جمهوری اسلامی یک روزی درست بشه، این صحبت من 10 سال پیش میکردم،
گفتم اگه جمهوری اسلامی رو خیلی ها میگفتن نه آه بحث اصلاح طلب بماند فلان بکنند و اینها، هیچ که به فکر سرنگونی نبود. ما همون موقع هم میامدیم به شما میگفتیم آقا اینا تا سرنگون نشن هیچی درست نمیشه، ولی شما حالا میگید باشه اصلاح بشه. آقا جان تا کشور ما، تا جمهوری اسلامی این بحث قبولی سکولار یعنی جدایی دین از سیاست رو نپذیرد، وضعیت همین است. الان برق خونگی ما هم سیاسی شده، آب سیاسی، گاز سیاسی، نمیدونم خوابیدن سیاسی، نانوایی نون سیاسی، آرد سیاسی، همه چیز همین. چرا؟ چون اینها جاهایی که واقعا لیاقتش رو ندارن کاری بکنن و میدونن مقصر هستن، بحث کتاب قرآن رو، دین و فلان و اعتقادات رو پیش میکشن، میگن خدا این رو گفت، خب پیامبر این رو گفت، اون یکی این رو گفت، خزعبلاتی رو میارن که اصلا هیچ وجود نداره و اصلا هم از قدیم نیامده. همین دروغ هایی که آخوندها تو این قرآن چپوندن رو دارن به تک ما میبندن. به همین خاطر این بحث کمبود برق و کمبود آب و کمبود گاز که از هفته‌های دیگه شروع خواهد شد، همه ریشه در همین بحث داره که رژیم آخوندی تحت هیچ شرایطی، چون سوادشو ندارن، تخصصشو ندارن، غالبا آدم‌های مدیر و مدبری نیستن، فاسد و حرامزاده، کمر به پایین مشکل دار و کمر به پایین بالا شکم پرست و بخور و دزد هستند، دوست ندارن که ما جدایی دین از سیاست داشته باشیم، چون اگر دین رو از اینها بگیریم دیگه چیزی برای ارائه ندارن و اینجوری که دارید میبینید گوه زدن به مملکت ما. اما اتفاق بعدی رو که من خدمت شما عرض بکنم اینه، خیلی ها برگشتن گفتن آقا بهبودی تو برنامه خود اگر میشه لطفا بگو دیگه، مگه پزشکیان تو انتخابات نیومد گفت یکی از دغدغه‌های من اینه که به محض اینکه اومدم بگم برادران دزد سپاهی، برادران دزد وزارت اطلاعاتی پاشون رو از رو اینترنت بردارند و دیگه ما فیلتر شکن نخریم، وی پی ان نخریم، این همه گرفتار نشیم، بتونیم آزاد به اینترنت دسترسی پیدا بکنیم و اینها، یکم صحبت. عزیزان بیننده، کار پدر پزشکیان هم نیست این کار رو بکنه. اگر یک روزنه کوچکی وجود داشت، این یک هفته پیش علی چلاق اینا رو جمع کرد، دیدی که یهو چی برگشت گفت، یهو از اون بحث آقای پاولدورف که گرفته بودن آمد با سخره برگشت گفت نگاه اونی که مثلا میگفت آزادی بیان و فلان گرفتند و فلانش کردند و بسار و اینها، و شما باید از این فضای مجازی ولنگباز کشور که تا اینجا دودی بر چشم ما رفته و اینا عبرت بگیرید و مدیریتش بکنید. این که مدیریتش بکنید یعنی خار مادر همین چوس مسخال اینترنتی هم که ما با ویدو وی پی ام میایم رادیو گیلان رو نگاه میکنیم، همین هم بزنید تمومش بکنید. یعنی کار پدر پزشکیان هم نیست که بخواد این بحث چه میدونم فیلتر شکن و تب وی پی این و این داستان ها رو بخواد اوکی بکنه. با حرفایی که علی خامنه‌ای زد، شما به نظر من اصلا فراموش بکنید این قضیه رو، چون اصلا برگشت گفت آقا برید یه قانون اصلا بیارید و یک سازمان عریض و طویل و یه تشکیلات را بندازید که کلن گیر بده به فضای مجازی و به اینترنت و به نمیدونم فلان و اینها. یعنی همین چوس مسخال آدم هایی هم که دارن تو این اینستاگرام و تو همین فضای مجازی و تو اینها برای خودشون با راه اندازی سایت و بحث فروش و فلان و حالا اسنپ و اینها نون میخورن، همین ها هم به زودی از نون خوردن خواهند افتاد با دستور شخص علی چلاخ، شما شک نداشته باشید. اما دوستان یک اتفاق جالبی که رخ داد و خیلی برای من جالب بود، این که لحظاتی قبل من شنیدم این آقای دهقان که از طرف علی چلاق یه زمانی وزیر دفاع بود و نمیدونم فلان و اینها، از طرف علی چلاق که شده رئیس بنیاد مستضعفین، ورداشته این آقای دادول رو، رضا مراد صحرایی و مراد رو، مراد آقا، این گمج میدونید که تا چند وقت پیش وزیر آموزش و پرورش بود. خب قبل از اون چه کار میکرد؟ قبل از اون تو دانشگاه فرهنگیان بود. قبل از دانشگاه فرهنگیان چی کار میکرد؟ یه معلم بود و کاروان میبرد کربلایی اینوری اونوری، پس بیا به قول گیلک ها پس بیا پیش بیا اینا رو انجام میداد، ردخ و فتق کاراشون رو انجام میداد. ولی در اتفاق نادر
من دیدم ساعتی قبل این آقای بی سواد که رئیس بنیاد مستضعفین، میدونی که چه شرکت هایی، چه بخور بخور هایی، چه زمین هایی، چه کارخانه جاتی زیر، چه شرکت های پولداری زیر نظر بنیاد مستضعفینه، این آقای دهقان آمد برای این آقای دادول که آموزش پرورش رو به گن کشیده بود حکم معاونت اداری مالی کل بنیاد مستضعفان رو زد. اصلا آقا داغانی ما، یعنی اصلا اوضاع خیلی بیریخته، یعنی فقط تو باند باش، یعنی با اون جمهوری اسلامی با اون بالا بالایی ها فقا فاکش داشته باش، نه سواد داشته باش، نه قیافه داشته باش، نه هنر داشته باش، نه مدیریت داشته باش، نه تخصص دار، هیچی، فقط فقا فاکش در جمهوری آخوندی. خب که من دیدم بعضی الان آمدن، خیلی جالب بود براش قلم زدن، تو بعضی جا نقد کردن که آخه دهقان این چه انتخابی بود، این مندگی دادول، آخه این مثلا کجاش سواد اداری مالی داره، این اصلا قبلا مثلا چه میدونم اتوبوس میگرفت چهار نفر پیرزن پیرمرد رو برمی داشت میبرد این بر اون بر مشهدی نمیدونم کربلایی فلانی، این الان آمده رئیس معاون اداری مالی کل بنیاد مستضعفین. یه دونه از چیزایی که یکی از بچه ها نوشته بود و انتقاد خیلی به جا و باحالی بود، من اینجا اینو آوردم که اینو بر شما یه لحظه سریع بخونم. نوشته آقای دهقان صد و شأن شما امثال همین رضا مراد صحرایی وزیر دادول آموزش و پرورش سابق است. محمد مهاجری این رو گفته، فعال دادولش رو من اضافه کردم، نگید الان این بنده خدا رو فردا بکنم توی کیسه ببرن، نه محمد مهاجری که دیگه میدونید دیگه ایشون اصلا خودش فعال سیاسی اصولگراست، یعنی تو همون دستگاه علی خامنه‌ای زنجیر میزنه. نوشته برادر محترم جناب آقای حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، با سلام و احترام، در حکم انتصاب آقای رضا مراد صحرایی وزیر دادول سابق آموزش و پرورش به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد مستضعفان، وی را دارای شایستگی های فردی تخصصی و حرفه‌ای دانسته اید. ممکن است لطفاً بفرمایید فردی که مدرک تحصیلیش زبانشناسی و سابقه کاریش ریاست دانشگاه فرهنگیان بوده چه ربطی به پستی دارد که منصوب کرده اید؟ میگه اگر سختتان نیست در فضای مجازی بزنید و ببینید، میگه اگر سختتان نیست و در فضای مجازی گشتی بزنید و ببینید ضعیف‌تر از او تا کنون وزیر آموزش پرورشی جمهوری اسلامی به خود دیده، وقتی وزیر شد چه کارنامه تلخی از بی معلم بودن مدارس داشت و با اخراج تعداد زیادی معلم چه بر سر نظام آموزشی آورد. این همون حرامزاده‌ای بود که تو انقلاب زن زندگی آزادی ما خیلی از معلمان با شرف کشور رو از دست دادیم، بعدی حرامزاده برگشت گفت اشکال نره همشون رو لغو کنی، همشون رو اخراج کنی، از نون خوردن بندازید. بعد رفته بود یک مشت گوسفند رو به تعداد 25,000 رأس از حوزه علمیه آورده بود، اینا رو گفتود بیان برید مثلا به تو همین وزارت آموزش پرورش براتون یونجه بریزیم بچرین، اونا رو آورده بود سریع استخدام بکنید. اعتقادم داشت که آخوندهایی که دوره‌های کشتکج و زیر خم رفتن و فلان و تو حوزه ها و تو حجره ها دیدن، اینا بیان بعد فردا بخوان مدرسه برای آیندگان کشور ما، جوانان و نوجوانان ما بخوان الگو باشن. این سوراخ ها، این فرض میکنم عشقتان کشیده او را معاون خودتان کنید، خب این حق شما، سفره ای هست و او هم آمده کنارش نشسته، دلیلی نداشت برایش فضل به تراشی مگر اینکه بگویید معاونتی که او را بران گمارده اید یک پست تشریفاتی و سرکاری است. این رو این آقا برگشت گفت، خیلی هم باحال بود، حال کردم من. اما بذارید یه طنز جالب رو برای شما بگم که روز گذشته اتفاق افتاده، در دیدم بعضی از شبکه آنزنا، حالا بذار من کل قضیه رو به شما بگم چون یکی از بچه های کنگان زحمت کشید از خبرنگاران آزاد ما این رو کل داستانش رو برای ما فرستاد و من میخوام این رو الان خدمت شما عرض بکنم. میگه که دیروز استاندار بوشهر با یه مشت ارازل اوباش از این مدیران کل و پل و فلان اینها بلند میشن میرن تو شهرستان کنگان که بخوان بیمارستان اونجا رو کلنگ تازه بزنن. میدونی که الان کلنگ میزنن، سال آغوز خلاصه افتتاح خواهند کرد، یعنی 6 تا مثلا رئیس جمهور میاد، کلن دنیا تغییر میکنه، هنوز 4 تا آجر رو آجر گذاشتن. ولی خب اینا میدید که دست به کلنگ زدنشون خیلی خوبه چون خودشون مدیران کلنگی هن دیگه معروف هن. آقا این کلنگی رو که برداشته بودن آورده بودن
دست بیلو داده بودن دست جناب آقای استاندار، میگن کلنگی قشنگ صفر نبوده رو اون دسته چوبی. آقای کلنگی، آقای استاندار میاد وقتی میخواد اولین کلنگو تا دست فرو بکنه، کلنگ بد میشینه رو زمین، این میلهه، میله آهنی فولادی کلنگه درست میره میخوره به خایه های، ببخشید، به آلوی جناب آقای مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری گیلان، استانداری بوشه، ببخشید میگم گیلان. میگه چنا، حالا اون موقع ما بچه بودیم فکر کنم بازی کردیم زدن دیگه، بعضیا نفسشون رفته و فلان، حالا مرده مثلا بچه با بچه بود پاش میخورد دستش میخورد، تو فوتبال میافتاد زمین میزد میدیدی که طرف نفسش میرفت، آدم فکر میکرد مرده. حالا بیا فکرشو بکن، استاندار بوشهر با اون ضربه میخواسته اون میله رو فرو کنه تو زمین، زده مرده رو کلا خواجه کرده. حالا دیروز پنجشنبه بود، اون قرار بود مثلا شب جمعه کرد خدایی هم بکنه، کلن دم دستگاهشو از کار انداختن جناب آقای استاندار. میگه اونجا افتاده بود نفبت بهش میگفتن آقا نفس بکش نفس بکش، وای وای من دارم میمیرم، بلکه خدا مدیر کل جذب سرمایه گذاری هم بود. اگر دیدید از این به بعد دیگه اصلا هیچ جذب سرمایه گذاری در بوشهر نشد، بدانید که مدیر کلش خایه پیچ شده و در بیمارستان تشریف داره. و خلاصه دیدن که طرف داره میمیره، آمدن یه روغن بنفشه و آب و فلان و اینا بهش دادن، اینو به هوش آوردن، سوار آمبولانس اورژانس کردن بردن، ما فعلا خبر نداریم. ولی اون ضربه ای که خورده دیگه فکر کنم جناب آقای مدیر کل جذب کت خدایی رو کلا باید بذاره کنار، بشه داستان اون گربه ای که شده بود مشاور. حالا دیگه اونو نمیگم اون گربه مشاور رو، چون نه وقت داریم، اما یه ذره بیادبانی هست، ولش کن نگم بهتره. خب اما بذارید یک اتفاق دیگر رو من خدمت اینو بذارید من از رو بخونم. آقای احمد زیرآبادی خطاب به پزشکیان گفته به محل مسکونی مهدی کروبی برو و به محل مسکونی جناب آقای میرحسین موسوی هم برو، خب چون آقای ظریف جمهور هستی و نفر دوم الان کشور هستی، اون اراذل اوباش نیروی انتظامی که حالا میگن حفاظتن که اینها چون در حصر هستن بیرون نرند و فلان، به اون اراذل اوباش بگو آقا برید دیگه اینجا وای نستید، به همین راحتی اینها رو از حصر در بیاد. رئیس جمهوری که فردی بی‌آلایش و بیزار از تشریفات و اهل عمل است، میتواند با حضور در محل مسکونی آقای کروبی و میرحسین ضمن ملاقات و گفتگو با آنها، تیم مراقبان امنیتی مستقر در حریم منزل آنان را مرخص کند. با همین اقدام ساده ماجرای حصر به پایان می‌رسد و در این حال امید به کارآمدی استراتژی وفاق سیاسی هم در برخی ستود جامعه افزایش می‌یابد. در این دولتی میتواند در ایران دولتی میتواند در جهت مشکلات بنیادی و بیشمار جامعه قدم از قدم بردارد که مانند حصر چهره ها و چگونگی رفع آن هیچ بخشی از دل مشغولی آن نباشد، وگرنه طبق روال گذشته کارزار خواهد شد. من خدمت جناب آقای زیدآبادی بگم ذهی خیال باطل جناب آقای زیدآبادی، اگر اونها در حصر هستن با دستور رئیس جمهور و دستگاه امنیتی و اینها نیستن، دستور مستقیم خود علی چلاقه و تا علی چلاق نخواد که رئیس جمهور اصلا کاری نیست که بخواد بری همچین کاری بکنه. جناب آقای گوزیده یا حالا همین آقای پزشکیان یا همین آقای ظریف جمهور اگر قدرت داشت میرفت اون بیچاره محسن برهانی رو که قرار بود معاون حقوقی رئیس جمهور بشه، این هم تو انتخابات آمد مردم رو تحریک کرد بیان قرار مملکت درست بشه و فلان، میرفت اون رو از زندان آزاد میکرد. اما امروز من دیدم که این آخوند خل استراش شده هست، آقا میری امروز انتقاد کرد، گفت که آقا این چه اوضاع احوالیه، پزشکیان گفت من میام با خودم هیچ لشکری نمیارم، اصلا قرارم نیست من باندوبان بازی بکنم، دنبال هیچ داستانی هم نیستم و فلان. ولی از روزی که ظریف جمهور شده، دخترش که ما چند هفته پیش آمدیم به شما گفتیم دیگه، گفتیم الان همونجا تو پالایشگاه جم داره کار میکنه، البته دفتر مرکزیش تو تهران تو ناز و نعمت داره کار میکنه، همونجا داره یه کاری میکنه که اون آقای مدیر عامل اون شرکت پتروشیمی جم رو بکنه معاون وزیر، خودش هم بشه معاون برنامه‌ریزی کل تشکیلات پتروشیمی جم، که همین الان دختر جناب آقای ظریف جمهور داره ماهی 5 میلیون حقوق میگیره، یهو حقوقش بشه برای 400 500 میلیون. حالا بعضیا میگن نه آقا فیش حقوقی که
اینا گفتن نباید بالاتر از 50 میلیون فلان نباشه و اینها. دوستان عزیز اون فیش حقوقی رو بگیرید بندازید دور، ولش کن، پشت دست خیلی داستان ها برای اینها، حق راه و نمیدونم ماموریت نرفته و نمیدونم حسن انجام کار و سختی فلان و اینا رو اینقدر میزنن، یهو حقوق یه نفر که حقوق صافیش 40 میلیونه میبینی اون بر غیر صافی 400 میلیون به حسابش ریخته میشه. این آقا میلی اومد برگشت که آقای پزشکیان تو که میگفتی ما چیله بی شیله پیله ایم و رانت و بانت و اینها نداریم، این چجوریه دختر تو گوی سبقت رو از پسر عارف ربوده تو انتصابات؟ مثلا همین ساعت قبل ظاهرا تو انتصاب وزیر سمت بود، تو تودی معارفه وزیر سمت، معارفه وزیر سمت دولت زرشکیان بود که عارف رفته بود اونجا این کار رو انجام بده، پسر عارف آخه نه سر پیازه نه تای پیازه رفته بود اون قشنگ تو لوج نشسته بود، لم داده بود پاش رو پاش گذاشته بود، به خبرنگارا هم دست کو میداد، یعنی میگفت کونه لقه همه شما که میگفتید که من ژن خوب هستم و فلان اجازه ندارم پای بکنم، نه من اینجا نشستم الانم اومدم اتفاقا تو یه وزارت خونه که از اینجا میشه خیلی چیزهایی رو به جیب زد، اومدم اینجا لوج نشستم، بابا همون بالا نشسته، شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. که آقا میلی هم آمد انتقاد کرد گفت این چی آخه جنای خوبتون ریختن، دخترت میره تو نمیدونم تو تودی معارفه وزیر نفت شرکت میکنه، پسر معاونت بلند میشه میاد تو معارفه وزیر سمت شرکت میکنه، شما چرا نشانه گرفتید این دو این وزارتخونهای چه میدونم پرسود و پرپول و اینها که از همین الان بچه هاتون اونجاها خلاصه یه جورای تور انداختند و میخوان شکار رو بزنن. به هر حال من از اولم به شما بارها و بارها دیگه این به هر جمله من فکر کنم یاد همتون بوده که میگفتم سگ زرد برادر شغاله. پزشکیان که میاد الان داش بعضی خوششون اومد داشمشتی حرف میزنه و اینها، از این جور آدمها باید بیشتر ترسید. به قول یکی میگفت که از آن نترس که های هوی دارد، از آن بترس که سر به توی دارد. الان داستان همینه، این میگه من حوصله ندارم، فلان ندارم، من بسار ندارم، اتفاقا این اینجوری ظاهرش اینجوری نشون میده، پشت دست میدونه که چیکار بکنه. برید بچه‌هاشو نگاه بکنید، دخترش که اینجور کنکلوف کرده الان تو وزارت زیر مجموعه وزارت نفع استخدام با این همه حقوق. خب اون زمانی که نماینده مجلس بود خلاصه به قول گیلکا آغوزشو خوب جا کاشت کنار یک وزارت خونه خیلی درست و حسابی. پسراشو برید ببینید هر کدوم مدیر یه شرکت، معاون پشتیبانی یه شرکت، همه پکا پولدار، وضع خوب، بالای شهر تو تهران خونه، تو تبریز خونه ویلایی و اینها. اینا دیگه چی میخوان؟ این بعد میخواد بیاد مثلا مشکل من تو رو حرف، شایدم بعضی وقتا بیاد داشمشتگی چهار تا حرف قشنگ بزنه، ولی تا به امروز سنگ رو سنگ نذاشته که ما بیایم بگیم دمش گرم پزشکیان اومد این کارو کرد. نه، اتفاقا تو چشماتو ببند، فکر کن گوزیده یا همین پوزیده نیست، به جاش جناب پروفسور رئیسی هست. چه فرقی کرده؟ چه فرقی کرده؟ این همه وزیرم عوض شد، چه فرقی کرد؟ برای من تو چیزی شد، بلکه دیگه بدتر شد تو دولت این، یعنی دیگه اصلا قبلا یکی دو ساعت میرفت الان دیگه 10-12 ساعت میره. آب نمیدونم منازل شهری، نمیدونم چیزهای دیگه ولش کنید. این حکومت فقط با سرنگونی چاره سازه، فقط باید سرنگون بشود. اما این رو هم بذارید اجازه بدید بخونم. اینا خیلی من دیدم این آقای پوزیده آمد امشی خودش رو زد و یک جورایی گرا رو داد به دست دولت مردان خودش که ما هر طوری که شده باید این بنزین رو یه تکلیفی رو روشن بکنیم. حالا کاشف به عمل آمده، یکی از اون کانال پشت پرده بود چی بود من امروز داشتم میخوندم، میگفت یک جلسه به تازگی برگزار شده، جلسه سران امنیتی کشور با حضور همین گوزیده، وزیر اطلاعات بوده، رئیس ساس سازمان اطلاعات سپاه بوده و رئیس سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بوده. میگه یه جلسه گذاشته بودن تو خود کاخ ریاست جمهوری و اینها، ظاهرا پوزیده به اینها گفته ما راهی جز این، یعنی راهی جز نه که مثلا پولی نداریم دیگه بنزین بخریم و در اختیار مردم قرار بدیم، برید راه‌های روانشناسی رو پیدا بکنید، سریع استارت بزنید که ما تا چند وقت دیگه پول نداریم بنزین بخریم، باید مردم خرولاق سوار بشن این بر اون بر تردد بکنن. خب
به همین خاطر جالبه، من دیدم الان از این سلبریتی های حرامزاده، از اینایی که بلاگر هستن تو اینستاگرام و اینها، این کثافت هایی که تا دیروز و انقلاب زن زندگی آزادی همین تروریست های سپاه به قلب جوانان ما تیر میزد، این بلاگرهای کثافت میامدن زیر زبر خودشون رو جلوی دوربین نشون میدادن، میگفتن همه چیز آرومه، ما عاشق آقامونیم و فلان و بسار و اینها. الان چند روز من میبینم که بعد از این جلسه که اینها با سران اطلاعاتی گذاشتن و گفتن ما 100% قیمت بنزین رو بالا خواهیم برد ولی بیان جلوی طغیان مردم رو بگیرید، دوباره اعتراضات نشه و فلان، رو بحث روانی مردم کار بکنید که همه چیز عادی بشه، من فکر کنم اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات دستور دادن به همین سلبریتی ها و نمیدونم همین بلاگر ها و فلان که از الان شروع بکنید بحث این که وای بنزین ما چقدر ارزونه، بنزین خارج چقدر گرونه. من دیدم بعضی از این بلاگر ها و اینها که بلند شدن رفتن این کشورهای همسایه ما، الکی دارن یه ماشین و بنزین میزن، بعد میگم وای قیمت بنزین چقدر اینجا گرونه، بعد چرا کشور ما مفته، نه باید یه اتفاقاتی، بعد پدرتون لعنت که شما خیانتکارهای کثافتی هستی که مطمئن باشی آن روزی که رژیم جنایتکار آخوندی که دور هم نیست به زودی این اتفاق خواهد افتاد، به زودی شک نداشته باشید که اینها رو ما به زباله‌دان تاریخ انداختیم، شما کثافت‌های خودفروخته دنبال روی آخوندها باید بریزیم تو همین سطلای آشغال که از الان دارید به مردم ذهنیت میدید. مردم وقتی شما حقوق شما به دلار نیست، وقتی شما تو همین چوسکی خاورمیانه پایین ترین حقوق رو حتی از فلسطینی ها دارید. من اینجا یه جایی نوشته بودم، ای کاش این رو پیدا میکردم امشب در مورد همین به شما میگفتن که شما پایین ترین حقوق رو حتی از چه میدونم کشور، اینجا دارم بذارید اینو بخونم، دارید، شما حقتون نیست، اصلا اینا حق ندارن قیمت بنزین. امروز دیدم یه نماینده اومده سینه چاک کرده، ما اجازه نمیدیم اینا قیمت بنزین رو گران، مگه تا حالا رسمی اعلام شده که تو آمدی داری اینجوری سینه چاک میدی؟ اتفاقا تو آمدی، تو خود جزوی از این سناریو هستی که آمدی داری این ذهنیت رو به مردم میگی آقا ما نمیخوایم اجازه بدیم، اونا میگن نه ما اجازه نمیدیم، اینا میگن نمیدیم، یهو یه شب خواب بلند میشید فردا میبینید بنزین. بعد تو کشور ما دیدید که اگر چه میدونم یه گربه در ماداگاسکار به بوزه تأثیر میذاره تو قیمت پول و دلار و نان و آرد و بصافه همه چیز. حالا شما حساب بگیرید تو کشور یه شب بخوابید بلند شید بنزین گرون بشه، فردا میخوای بری یه نوشابه بخوری، نوشابه 10,000 تومانی رو بعد بخری 100,000 تومان، اون موقع دیگه ما باید کتل رو ورداریم بیایم کفه خیابان. میگه مردم مظلوم فلسطین یا مظلوم ایران، فلسطین با مصرف سرانه 97 کیلوگرم گوشت در سال رتبه اول منطقه سرطان رو بخورن، پول ما رو میخورن بی ناموسا. 97 کیلوگرم فلسطین میگه با مصرف سرانه 97 کیلوگرم گوشت در سال رتبه اول منطقه را دارد، در حالی که 58% مردم ایران سال گذشته هرگز گوشت قرمز نخورده اند. هرگز. حقوق خالص ماهیانه فلسطینیان بیش از 2 برابر ایران است و خودروهایی که سوار می شوند حتی برای قشر مرفه ایران هم آرزوست. بعد علی خامنه‌ای میاد سنگ اونا رو به سینه می زنه. چند روز پیش برگشت تو هیئت دولت گفت که الان ما مشکلات ما همه چیز حل شده، مملکت ما آرومه، ولی شما هیئت وزیران یک بار یک روز نباید آرام داشته باشید. چرا؟ چون مردم فلسطین مشکل دارن. بعد پدر مادر شما آخوندها لعنت، ببین چی میگه، مصرف سرانه گوشتشون رو نگاه، خودروهایی که سوار میشن میگن حتی مردم مرفه کشور ما هم آرزوی سوار شدن اون رو دارن. میگه در سال 98 قیمت بنزین را 1,000 تومان به 3,000 تومان افزایش دادن که یارانه بنزین را کاهش دادن و بعدش دلار از 12,000 تومان به 60,000 تومان رسید که گفت دادن نه ما افزایش میدیم، هیچ اتفاقی نمیفته، ما مدیریت میکنیم، ما بالا سر کار هستیم، این بی‌ناموسا میگفتن از 12,000 تومان باشه اینو بگن، از 12,000 تومان از 12,000 تومان رسید به 60,000 تومان. حالا شما حساب بکنید، بذار این از رو بخونم سریع تا وقت نشده. در سال 98 قیمت بنزین رو از 1,000 تومان به 3,000 تومان افزایش دادن که یارانه بنزین رو کاهش دادن و بعدش دلار از 12,000 تومان به 60,000 تومان رسید و اثر افزایش قیمت بنزین دود شد رفت حیات. این سیکل کاملا میتواند تکرار شود، هر افزایش قیمت بنزین بدون حذف زمینه‌های سیاسی و اقتصادی جهش قیمت دلار، جهش قیمت دلار از اساس میگه اشتباه است.
امیدوارم که اینها بفهمن که نمیفهمن، مطمئن باشید اینا به زودی قیمت بنزین رو خواهن برد بالا و همین بنزین باعث میشه که دودمان اینها بر باد بره و آتش گرفته بشه و رژیم جنایتکار آخوندی سرنگون بشه. آقا ما خیلی مخلص شما هستیم، من شیمی چانل بی میرم، خیلی ممنونم که تا انتهای برنامه همراه ما بودی. یکی دو تا گزارش مونده، حالا فردا شب اگر شد من خدمت شما تقدیم میکنم. تا درودی دیگر، بدرود.